نتایج تجلیل از نوروز، جاهایی که تجلیل از نوروز می شود، چی نتیجه و چی عواقب دارد؟ اول زنده کردن صدها بدعت و خرافات. هر جایی که تجلیل از نوروز میشه، چون اونجا شیطان زیاد کار میکنه، صدها بدعت زنده میشه، صدها خرافات به وجود میآیه، صدها فسق و فجور و بالاخره در آنجا خود را زنده میکنه. بنان این نتایج تجلیل از نوروز هست. دوم، بالا کردن جنده به نام مولا علی. این مسئله بسیار مسئله مهمی است که به نام جنده از اینجا سفر میکنن میرن در مزار شریف. این نه اصل شرعی داره، نه اصل قرآنی داره، نه احادیث چنین را گفته، بناهن چنین رواج پیدا کرده. حال نمیدانیم که چقدر جنسهای بدلی از کشورهای همسایه میآیه. به این ترتیبه که جنس بدل وارد میشه، عقاید و اعتقادات خرافانه هم وارد این کشور میشه. حالا 500 سال پیش، 100 سال پیش، 200 سال پیش وارد شده و از امروز باید متوجه باشیم که خرافات و بدعات از این بیشتر به شهر و دیار من و شما سرایت نکنه. سوم، جشن نوروز از جشنهای ملی و قومی ایرانیان قبل از اسلام بوده است. آنال دانستیم که از کجا نوروز آمده و به چی ترتیب بین بعضی از مسلمان ها هم رخ نکرده است. چهارم، ارتباط به عواقب و نتایج تجلیل از نوروز اینه که جشن نوروز از اعیاد و جشنهای مشرکین هست، هیچ ربطی به اسلام نداره. بیاریم یک دلیلی از قرآن که جشن نوروز را تایید کرده باشه، بیاریم یک دلیلی از احادیث که جشن نوروز را بیان کرده باشه، عید نوروز گفته باشه، بیاریم یک قولی از صحابه و اهل بیت که جشن نوروز را تایید کرده باشه، یک قول از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیاریم که جشن نوروز و عید نوروز را تایید کرده باشه. پس وقتی خدا نگفت، صحابه نگفت، اهل بیت نگفت، دوازده امام نگفت، امام جعفر صادق نگفت، از کجا آمده؟ از اون مجوسیت و زردشتی ها وارد جامعه اسلامی شده است. پس بناهن من و شما باید که از لابلای قرآن و احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم باید عبادات خود را و مسائل دین خود را باید متوجه بشیم. پنجم، بعضی میگن که این یک عنعنه ملی هست و یا تاریخی هست. باید متوجه باشیم که این روز نوروز به مردم افغانستان قابل افتخار نبوده و هیچ سند تاریخی هم نداره، اصلا ارتباط به افغانستان نداره. گفتیم که مسئله نوروز مسئله ملی و قومی ایرانیان قبل از اسلام بوده، سرایت کرده، این افغانستان ارتباط نداره. این که کسانی میرن به نیت زیارت در مزار شریف، باید که یک نکته ایر اشاره کنیم. اولا موجود بودن حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف سند مستحکم و محکمی ندارد که حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف باشند. بخاطر چی؟ اگر در مزار شریف حضرت علی قرار دارن، پس در نجف کیست؟ در نجف عراق، در اونجی. اگر در نجفن در افغانستان کینه و اگر در افغانستانن در نجف کینه. بناهن یک قبعه یا یک مرجع یا یک خانه به نام حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف ساخته شده. حالا روزه حضرت علی کرم الله، روزه چی معنا؟ روزه به معنای باغ و گلستان. کار خوبیه اگر یک کتابخونه اینجا ایجاد کنیم بگذاریم به نام روزه حضرت علی، اگر بالاخره مسجد بگذاریم به نام مسجد روزه حضرت علی، کتابخونه به نام حضرت علی کرم الله وجهه. همه ما و شما افتخار میکنیم در هر جایی که نام حضرت علی کرم الله وجهه هست، ما در اون مکان در اون منطقه احترام خاص داریم، ولی باید بفهمیم که در اونجا حضرت علی کرم الله وجهه. ما که هر قدر
بیشتر جستجو کردم، از علما، بزرگا، مورخین قوی تا حتی پرسان کردیم، سند قوی به دست نماده که حضرت علی کرم الله وجهه در بالاخره مزار شریف باشند. ها قصص و تاریخ می نویسه که در زمان سلطان حسین بایقرا بالاخره کسی خواب دید و به همین ترتیب که در اونجیان و همچنین جامی صاحبم یک شعر میگن که گویان که علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چی بیت و شرف است. من و شما مسائل دین خود از خواب نمیگیریم، هر کس خوابی ببینه و ما بالاخره به همین ترتیب ما بر فرضو کنیم. دین ما اول از کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع و قیاس که با قول قرآن و حدیث و اجماع مطابقت داشته باشد. بنان خواب برای ما چیز دلیل نمیشه. پس در این قسمت در مزار شریف اگر حضرت علی وجود دارن والله اعلم، بناهن در اونجی به نام حضرت علی جندهی که بالا میشه، خلاف شر، خلاف دستورات اسلام، خلاف مقررات اسلامی، هر انسانی که در اونجی شرکت میکنه به نیت ازی شرکت کنه، یکی تبرکه، در اونجی کر شفا پیدا میکنه، ابرز شفا پیدا میکنه، او بالاخره مشکل گشا و حاجت روایه، او انسان مسلمان رفته و کافر و مشرک برگشت. الله سبحانه و تعالی می فرمایه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، هر کفر الله گفته من می بخشم، هر گناهی که کرده باشه اون امید بخشش هست، ولی گفتم مشرک را نمی بخشم. کسی که الله میگه شفا دهنده من، روزی دهنده من، حیات را من به تو دادم، ممات را من به تو میدم، بهشت را من به تو آماده کردم، خلاصه تمام زندگی و خوبی ها را من به تو دادم، حالی تو بری پیش یک چوبی گریه کنی که من شفا بدی، میگه تو را هرگز نمی بخشم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. در گوشه و کنار الان بعض انسانهای بدبخت غافل الان به خیاطها لباس میدن. چرا لباس میدی؟ واسه سال نو، روز نوروز. ای کاش، ای کاش وقت انسان کافر میشد دو تا شاخ بیرون میکرد که همه جامعه میفهمید که کی کافر هست و کی مسلمان. انسان فکر میکنه که وقت کافر بشه یا به بوی میایه، کاش انسان به بوی میامه. پس بنان از این اعمال کفریه و شرکیه باید خودداری کنه مسلمان. گفتیم که یهود و نصارا عیدی داره جشن کرسمس، مجوس و زردشت عیدی داره نوروز، مسلمان عیدی داره عید فطر و عید اضحا. بس تمام. شریعت مقدس اسلام میگه ولئن اتبعت احواهم، اگر پیروی کنی از خواهشات مجوسیت، از خواهشات یهودیت، از عوضهای بالاخره نصرانیت، من بعد ما جاک من العلم، بعد از این که علم برای تو آمد، اگر دانیستی و دنبال خرافات رفتی، اینجا بدان که اینک اذا لمن الظالمین، هر آینه تو از جمله ظالمین هستی، از جمله کسانی هستی که بر خود ظلم و ستم کرده ای.